از ایشون درس فداکاری و صبر و استقامت از ایشون یاد گرفتیم. خیلی خوش زبونه، خیلی خوش مشربه، دلسوزه و واقعا بیش از اون حدی که آدم انتظار داره از کسی که شغل پرستاری رو به عنوان یه حرفه کاری انتخاب کرده. من احساس می‌کنم واقعا خیلی موقع نقش مادر رو داره. این تابلو دخترم کشیده که در قید حیات نیستن و این آخرین تابلویی که کشیدن. این هم عکس شوهرم که سال 1376 رحمت خدا رفته. این هم کامپیوتر منه که آنلاینم، خبرها رو نگاه میکنم، بعضی موقع آهنگ گوش میدم. خانم حیدری ایشون خانم با سابقه و الگوی همه خانمای هلالی هستن و همچنین که خیلی خوشحالیم از اینکه زندگیشون رو وقف مردمشون کردن. بگم جان حیدری هستم، متولد 1/1/1327 اهواز. سالهاست که تو این شغلم و کارشناس پرستاریم. الان 27 سال من تو هلال همکاری دارم. همکاری یعنی هر لحظه بگن حیدری بلند شو بیا، بلند میشم میرم. ایشون اسطوره شجاعت در امور امدادرسانی هستند و پیشکسوت تمام امدادگرانی هستند که در تیم‌های توانا علاقه من به فعالیت هستن. من اصولا یه آدم اکتیویم، یعنی خیلی دوست دارم 48 ساعتم پشت سرم کار کنم، اصلا خسته نمیشم. زمان دانشجوی مربی داشتیم، البته شوهرش ایرانی بود، خودش آمریکایی. در ضمن اینم بگم که نمره گرفتن از این خیلی سخت بود که من خوشبختانه همیشه ازش آ میگرفتم. به خاطر همین میگفت تو دانشجو خیلی فعالی، خیلی اکتیوی، نمون ایران، بیا ببرمت امریکا، همه کارات هم انجام میدم. گفتم اگر اکتیوم، اگر دلسوزم، اگر نسبت به مریض مهربونم، بهتره که تو مملکت خودم باشم و این مهربونی و رسیدگی به بیمار رو برای هموطنهای خودم انجام بدم. یه عکس دیگه هم داریم که در رابطه با مانور زلزله‌ای بود تو ورامین که من راننده آمبولانس بودم، هم آوار بردار بودم هم راننده آمبولانس، تنها امدادگری که زن بودم و پشت آمبولانس نشستم و مجروح رو بردم بیمارستان. دیدم یه عکسی زمان جنگ، من 8 سال تو جنگ بودم از ابتداش تا انتها. خانم حیدری اول از همه باید بگم که نمونه خیلی شاخص مادر میتونم بگم. من از تقریبا از بچگی با ایشون آشنا هستم. ایشون پرستار دوران جنگ هستن، یک فرد متخصص و دانا. من بعد از سال 76 که همسرم فوت کرد، چون خیلی اذیت بودم و بازنشستم شده بودم از اداره، اومدم با هلال عمر همکاری کردم و این باعث آرامشی شد برام. رفتیم با خانم ننجی و خانم عبدالعلی پور صحبت کردیم، گفتم من پرستارم، میخوام با تو همکاری کنم. گفتم قدم زورو چشم. بعدش هم گفتم تو ورامین براتون کلاس بذاریم. گفتم نه، جای محروم، هر جا محروم منو بفرست. و الان هم هر جا محرومه بیشتر من داوطلبم. من تا زندم، تا زمانی که نفس میکشم دوست دارم با هلال همکاری بکنم. اصلا برای من محدودیتی سنی نداره، تا اونجایی که بتونم قدمی بردارم. از مردمم دلم میخواد هر خونه یه امدادگر داشته باشه، چون ایران زلزله خیزه و بهتره که هر خانواده یه امدادگر باشه.